هستش که آنچه که در نئوم و نشستی که سه جانبه بوده بین آمریکا، اسرائیل با یاسی کوهن رئیس موساد و همینطور شف بن لادن، که در اون هیچ گونه مطبوعات و یعنی خبرنگاری ما یافت نمی کنیم و آنچه که ما گمان زنی داریم با جناب آقای کیوانپور برای این هستش که به خاطر اینکه در این قسمت ربات هایی که همیشه شما میبینید، اگر ممکنه نشون بدید ربات های بوستون داینامیکس رو و سرمایه، بله همین سرمایه گذاری هایی که در حال حاضر از طریق ژاپن در این قسمت داره میشه، که قسمت وسیعی هست از جنوب اسرائیل و به ایلات میرسه، از یک طرف به حال امنیت کناری باختری در حال حاضر از نظر اعمال حاکمیت در اختیار اسرائیل هنوز هست، ولی از طرف دیگه جالب بر اینه که این ربات ها میتونند نه تهدیدی برای اسرائیل باشند، بلکه میتونند یک حائلی باشند برای سعودی، برای اینکه حماس و جهاد اسلامی به عنوان از طرف جمهوری اسلامی و سپاه قدس هم که در عراق و گروه های نیابتی خودشون رو دارن به پیش برن و همینطور در سوریه که بیش از 1,700,000 نفر کشته شدن، یک حائلی میتونه باشه برای از نظر امنیتی برای عربستان سعودی، که از یک طرف تهدید حوثی ها و بستن باب المندب و تنگه هرمز از طریق جمهوری اسلامی، از این طریق راهی رو و منافع مشترکی رو ایجاد میکنه از طریق سرمایه‌گذاری برای ربات های امنیتی، حالا نامش رو هر گونه که بگذاریم، ربات جنگجو، اجازه نمیده که به فلسطینیون که همراه بشن و با جمهوری اسلامی از نظر تروریستی از این طریق نوعاً و این قسمت به عربستان مثل حوثی ها بتونن حمله برن.